از مریم جدا شدم و رفتم جلو. به خودم گفتم برم سراغ نیروهایی که وعده داده بود و بگیرم. محمود فراخی جلوی در راه‌پله‌ای که به طبقه دوم راه داشت ایستاده و مشغول جابجا کردن مهمات بود. گفتم سلام. به عقب برگشت، مرا دید و جواب سلامم را داد. گفتم ببخشید، اون مردهای مسلحی رو که میگفتید تونستید هماهنگ کنی؟ به حالت شرمندگی سر کج کرد و گفت نه، موفق نشدم. به هر کس گفتم حاضر نشد بیاد اونجا. بچه ها میگن مهمتر از هر کاری جنگیدن با بعثی های عراقیه. ما نیرومون رو باید بذاریم اونجا. هرچند بعضی ها هم دل و جرأت کار قصالخونه و جنت آباد رو ندارن. گفتم پس حالا به من حق میدید؟ حالا فهمیدین من برای چی اونجا میمونم؟ گفت آره، من خودم وضعیت جنت آباد رو شنیده بودم. میگفتن آب نیست، کفن نیست، منتها ندیده بودم. وقتی دیدم اسلحه و مهمات جابجا میکند، از حرفش هم شرمنده است، فرصت را غنیمت شمردم و گفتم حالا که نیرو نمیاد اونجا، حداقل برای جنت آباد. گفت اسلحه برای چی میخوای؟ گفتم خودتون گفتید امنیت نیست. خسته شدیم اینقدر طرف سگ‌ها سنگ پرانی کردیم. وقتی اسلحه باشه با یه تیر میشه همه سگ‌ها رو فراری بدیم. مکسی کرد و از بین تعداد اسلحه های محدودی که آنجا بود M1 رو برداشت و دستم داد. نارنجک هم بین وسایلشان دیدم. گفتم چند تا هم از اینا بدی؟ گفت اینا رو میخوای چی کار؟ گفتم میخوام پرت کنم وسط گله سگ‌ها. نمیدونم، شاید اگه عراقی ها، منافقین، شاید هم خلقی ها به همون حمله کردن بتونیم از خودمون دفاع کنیم. تازه من میخوام برم خط. خدایا شکرت، اسلحه جور شد. حالا باید یه جوری خودمو به خط برسونم. مریم که دید اسلحه گرفتم گفت پارتی بازی شده ها، ما اینجا به هر کسی اسلحه نمیدیم. به مریم خندیدم و رفتم روی کیسه های لباسی که توی حیاط ریخته بودن تکیه کردم. نارنجک ها را توی جیب هایم گذاشتم و با اسلحه ور رفتم. میدانستم اسلحه به درد بخوری نیست، آنقدر توی انبار مانده که کاراییش را از دست داده، ولی با این حال خیلی ها هم همین را هم نداشتن. همان موقع از در مسجد، دری که به خیابان فخر رازی باز می شد، روحانی جوانی وارد مسجد شد. به نظرم آدم عجیبی آمد. عبایش دور کمرش افتاده، لبه آن را روی دستش انداخته بود. عینکش هم توی نور آفتاب چنان تیره شده بود که اولش فکر کردم نابیناست. با چند نفری که همراهش بودن جلوتر آمدن و به حرف زدن ایستادن. حالا که توی سایه ایستاده بود بهتر می توانستم او را ببینم. چشمهایش از پشت عینک به خوبی معلوم بود. نگاه تیز و نافذش آدم را یاد عقاب می انداخت. از صورت آفتاب سوختش که به تیرگی می زد حدس زدم باید کشاورز باشد. احساس کردم رنجی توی چهرش هست، رنج یک آدم زحمت کش. آدم هایی که همراه او آمده بودن معلوم بود خرمشهری نیستن. چند نفرشان ژیله بافتنی به تن داشتن، انگار از نقطه سرسیری آمده بودن. توی حرفهایی که جسته گریخته از آنان می شنیدم اثری از ناامیدی نبود. درباره خطوط درگیری حرف می زدن و اوضاع را تحلیل می کردن. دست هر کدامشان برنو یا M1 بود. فقط آن روحانی که شیخ شریف صدایش می کردن جسه داشت. نگاهش کردم ببینم چطور آدمیست، چه کار میخواهد بکنم، اگر حرفی به او بزنم اهل عمل هست یا نه. وقتی دیدم از بین جمع بیرون آمد و به طرف مریم امجدی و زهره فرهادی رفت، دنبالش رفتم. روحانی که دیگر میدانستم اسمش شیخ شریف هست، به مریم و زهره که رسید سلام کرد و گفت یکیتون عبای منو امانت نگه میداره؟ مریم گفت آقا ما معلوم نیست کاکه اینجا باشیم. بعد به راپله اشاره کرد و گفت من عباتونو میذارم اینجا زیر راپله کنار مهمات، البته به برادر فرخی هم میسپارم، هر وقت اومدید به ایشون بگید بهتون بدن.
من معطل نکردم، گفتم حاج آقا میخوایید برید خر؟ با حالت سوال برانگیزی نگاه هم کرد و گفت اگه خدا بخواد. گفتم حاج آقا منم میخوام برم خر، منم رو با خودتون ببرید. گفت الان نیازی به شماها نیست که برید خر، ماها هستیم، هر وقت لازم شد اون وقت شماها رو میبریم، الان اینجا به وجود شما بیشتر نیازه. کاری که من دیدم خواهرها دارن انجام میدن کمتر از کاری که ما تو خط میکنیم نیست، شاید هم بیشتر باشه. ارزش نجات دادن جان یک انسان کمتر از جنگیدن نیست، چه بسا بالاتره. ما برای نجات انسان ها میریم، شما هم برای نجات انسان تلاش میکنید، پس فرقی نداره. شما خواهران زینب، شما رهروان زینب هستید. گفتم ولی حاج آقا این کارها منو راضی نمیکنه، من دوست دارم بیام رو در رو با دشمن بجنگم. مریم هم با اینکه سپرده بودم اینقدر مسئله شهادت بابا را به این و آن نگوید دوباره گفت حاج آقا ایشون پدرش به شهادت رسیده، خودشون دفنش کرده. خجالت کشیدم و ساکت شدم. شیخ شریف با ملایمت و ملاتفت بیشتری گفت من برای همینه که معتقدم خواهرها بمونن. هزار ماشاءالله هر کدوم از شما یه شیرزن هستید، شما باعث سربلندی ما مردها هستید. وجود شما، کمک های شما باعث میشه ما با دلگرمی بیشتری توی خط بجنگیم. بعد گفتن این حرف ها چند جعبه نان خشک، مقداری کنسرو و کمپوت دست نیروهایش داد و سریع از مسجد خارج شد. حس کردم این آدم چقدر با بقیه فرق میکنه، چقدر با ماندن خانم ها موافقه. غرق حرف های شیخ شریف بودم که شنیدم آقای سلیمانی که از معتمدین شهر بود و این روزها توی مسجد فعالیت میکرد در حال کلکل کردن با مش محمد متولی مسجد است. آقای سلیمانی پارچه کتان سرمه‌ای رنگی را که قبلاً پرده حائل بین محل نماز خانم‌ها و آقایان بود در دست داشت. از روزی که مردم به مسجد پناه آورده بودند این پرده و چند تکه از فرش‌ها را جمع کرده بودند. حالا آقای سلیمانی می‌خواست پرده را به آقای نجار بدهد. آنها می‌خواستند دور قسمتی که درمانگاه شده بود را با این پرده محصور کنند. مش محمد از این کار عصبانی بود و با حرص میگفت این پرده اونجا خونی میشه، کثیف میشه، این پرده مسجده، میخوایم دوباره برای نماز پرده بزنیم. آقای سلیمانی با ملایمت گفت حاجی ناراحت نباش، این کثیف هم شد شد، حالا کو تا دوباره اینجا بخواد نماز جماعت خونده بشه. این آتشی که من میبینم معلوم نیست که میخواد خاموش بشه، حالا تو دعا کن جنگ زود تموم بشه، من خودم پرده اینجا رو میخرم و میارم. وقتی مشغول نصب پرده شدن مش محمد نگاهش کرد، دلم به حال مش محمد سوخت. خیلی زحمت میکشه، حدود 50 سال باشه، توی این روزها از این حجم کار کمرش خم شده بود. با اینکه هیئت امنای مسجد و افراد معتمدی مثل آقای مصباحی، آقای سلیمانی، پدر محمود فرخی و بار سنگین کارهای مسجد را به دوش گرفته بودند، باز به مش محمد خیلی فشار می آمد. به خاطر تردد زیاد آدمهای نظامی و غیر نظامی و مهمتر از همه مردمی که به آنجا پناه آورده بودند، مسجد باید دائما نظافت و شستشو می شود. خیلی از مردها مرتب از شط آب می آوردن و منبع آب بالای پشت بام را پر می کردن. من و دخترها هم تا دست ما می رسید بین کارهای خودمان حیاط و کوچه های منتهی به مسجد را جارو می زدیم و می شستیم. تعداد کم سرویس های بهداشتی جوابگوی این همه آدم نبود، مرتب باید نظافت می کردیم تا قابل استفاده باشن. کنترل گنوا برای ماندن توی مسجد دیوانه ام میکرد، از دستش به سطوح میامدم و نفسم میبرد. وقتی حالتهای عصبی این عده تشدید میشد کسی جلویارشان نبود، گاهی حمله میکردن، چنگ میزدن و گاز میگرفتن.
یک بار آن دختر نابینا چنان کف دستم را باز گرفت که دلم زفت را. نمی توانستم دستم را بیرون بکشم. با قربان صدقه و حرف زدن خودم را نجات دادم. وقتی از دستشان خسته می شدم می گفتم من دیگه کاری به کار اینا ندارم، ولی از ترس گم شدن یا احیاناً به وجود آمدن مسائل خلاف اخلاق خودم را مجاب می کردم به هر جان کندنی است آنان را مهار کنم. فقط عباس پسر 7-8 ساله که بین اینها بود به دلم می نشست. حال و روز او نسبت به بقیه وخیم تر بود. پسرک ریزنقش وقتی بدحال می شد روی زمین می افتاد. سیاهی چشمانش می رفت و با ناله ضعیفی مادرش را صدا می زد. یوما یوما. دلم برایش می سوخت. احساس مادرانه نسبت به او داشتم. او را که می دیدم دلم برای حسن و سعید بیشتر تنگ می شد. او هم که محبت مرا می دید به محض دیدنم به طرفم می آمد. گاه در حین کار می دیدم کسی دستم را گرفته است. بر می گشتم می دیدم عباس است. دستی به سرش می کشیدم و می گفتم عباس شنو ترید چی می خواد؟ با مظلومیت خاصی می گفت انا یوان من گرسنمه یا ارید مای آب می خواهم. آن روز در حین مرتب کردن حیاط با دخترها گونی‌های لباس و کارتون‌های مواد غذایی را توی شبستان بردیم. اول مواد غذایی و تدارکاتی را جدا کردیم و بعد گونی‌های لباس را باز کردیم. گفته بودند لباس‌هایی را که به درد نیروهای مدافع می‌خورد جدا کنیم. لباس‌های کسانی که در خطوط می‌جنگیدند مرتب خونی و یا پاره می‌شد. به خاطر همین نیاز داشتن لباسشان را عوض کنن. از طرفی بین لباسها مدل مردانه کمتر پیدا می شد. لباسها را زیر و رو می کردیم، گاهی تا نیم تنه در کوه لباسها فرو می رفتم و تکه ای را بیرون می کشیدم. عشق فردا تو بیا نوشان نور پشت پنجره ها ترس دارم از شب از شب بی خاطره ها آتشی بدار من زنفرت دار نفیر پنجره دارد زنگام هم خاطره ها